تصاویر زیبای افغانستان عزیز، آرزوی سعادت و سربلندی بر همه شما خوبان داریم. ادامه برنامه صبح زندگی، مهمان گرامی ما همچنان رسیدن. محمد صادق حاکف، سخنگوی سهم شکایات وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر با ما هستن. جناب حاکف صاحب، خرغل است، سوار مو بخیر. تاسو ته هم خرغل است بای کرمودان، عاقبت مو بخیر. تشکر از اینکه دعوت ما را میپذیرین و در برنامه صبح میایین و روزای شنبه هم هموطنهای عزیز ما بیننده هستن، انتظار هستن و مشکلات هایی که دارن. این شب روز است که اعتراضات بانوان خیلی زیاد شده، نظر به اینکه محدود شدن کلاب های ورزشی، حمام ها و خصوص پارک های تفریحی، اینا همش دامنگیر بانوان شده. میخوایم دیدگاه شما را داشته باشیم و تماس های هموطنهای عزیز ما را هم داشته باشیم که برنامه خوب وزارت امر بالمعروف چی است به خاطر بانوان. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو همکارانو ته او ستاسو لیدونکو اوریدونکو سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. رښتیا هم ځینې خلک له دې وروستي پروان د امر بالمعروف سره په یو ډول تشویش کې به وي، خو موږ تل هڅه د دې کړې چې څه ډول وکولی شو د خپلې جامع، د خپلې ټولنې عزت، عفت او ابرو په ځای وساتو، او څه ډول چې شریعت راته اجازه راکړي هغه ډول که نارینه وي او که زنانه وي هغو ته خپل حقوق ورکړو. خو موږ په نورو برنامو کې هم ویلي دي چې موږ په جریان د 15 میاشتو کې هڅه وکړله چې هغوی ته د خپلو شرایطو، خپلو اصولو لاندې اجازه ورکړو چې هغوی تفریحي پارکونو ته هم لاړ شي، جیمز کلبونو ته هم لاړ شي او همداراز حمامونو ته هم لاړ شي. خو هغه اصول چې د وزارت لوري ورکړل شوي وو هغه نه عملي کېدل، نو د اوس لپاره داسې پریکړه وشوله. خو موږ بیا هم په دې لټه کې یو، لکه په جریان د 15 میاشتو کې چې وو چې دوی ته هغه ډول سهولتونه ایجاد کړو، څه ډول چې د دوی د زندګۍ، د دوی د ژوند لپاره سهولت شرعي توګه باندې اجازه ورکړل شوې، په دې هڅه کې یو. او په راتلونکي به هم همده هڅه کوو چې که هغه نارینه وي او که زنانه وي چې هغوی له خپلو ټولو حقوقو څخه برهمن او په سمه توګه باندې خپل ژوند پرمخ بوزي. بسیار خوب، شماره تماس هم در خدمت شما هموطنان عزیز، 070-111-4090 تماس نخست برنامه صبح زندگی. بله سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدین به برنامه صبح زندگی تلویزیون جهانی آریانا. سپاس، صبح شما هم بخیر. صدای تلویزیونتون هم میشه پخش بکنین و سوالتون و بگوین کی از کجا تماس گرفتن. فرق نمیکنه، دری میگین، پشتو میگین، جناب واقف صاحب در برنامه با ما همراه است. بله، زمانی که تماس میگیرین لطفا توجه داشته باشین، صدای تلویزیونتون رو پخش بکنین، جای مناسب اختیار بکنین و هر سوال یا مشکلی که دارین شریک بسازین تا اینکه ما هم بدانیم، عاکف صاحب همچنان بدانن سوال شما چی هست. تماس بعدی هموطن ما، سلام، صبحتون بخیر. السلام علیکم. علیکم سلام ګوره. غواړم عاکف صاحب سره خبرې وکړم. دمان خبر دیری دی لاکسر سخوارم دا لقل شخصی لنبر ما تراکی دا کسر سخوار شخصی خبر لرم سیغا سر اوغا گیگم بیا. درست است، در پایان برنامه ما ما که خبر خبر را تو که زبا انشالله دا برنامه پو وگدو که خبر نمبر در سر شریک ام در از دو دوی استاسو نمبر مگخلو زورست که دیش زنگ در تو کم انشالله. بله، تماس بعدی را میگیریم. بله سلام، صبح بخیر. ساعتون خوبه سر، تشکر، سلامت باشی به در دوامن دادون کرده دید تو با دیم آمانی بیدیم. جای مناسبه به خود اختصاص بدین که ما صدای شما رو بفهمیم. برادر کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ از تایمنی زامت بدم شما رو سر به خاطر نمام و فرمسول نمام نوارشی نکنم. حالا ما چوب ندارم، به خانه زغال ندارم، دیگر ندارم، امام ندارم، ایر فرمسول شهر مرفته میتونه در کجا امام کنم. خیلی گپ خوب جناب عاکف صاحب. لکه څنګه چې دولت د زغالو په اړه باندې
د هیوادوال لپاره سهولت ایجاد کړ چې په عام بازار کې په 14000 روپۍ او 14 دا شاوخوا دي او اعلان یې وکړ چې د کابل ښاریانو لپاره به په کابل څو ځایه کې د زغالو لپاره هغوی ته سهولت ایجادیږي. اما منظورشان بسته بودن حماماست که یعنی ما با این مشکلات که مواجه هستیم. آها درست است. په 9000 روپۍ ورته تقریبا 15-15.5 روپۍ تخفیف ورته وکړ، نو په هغه کې یو سهولت ورته ایجاد کړ. په دې کې هم موږ په دې لاټه کې یو چې دوی ته هغه ډول سهولت ایجاد کړو څه ډول چې دوی ته د ژوند چارې په ښه توګه باندې کولی شي چې پر مخ یوسي. هغه که په کورونو کې د حمام بندوبست وي او یا د زغالو بندوبست وي او یا په بهر کې په ښه توګه باندې بندوبست وي، موږ په دې لاټه کې یو. بسیار خوب، حماما انشاءالله در خانه های شما فعال میشه با مرفوع شدن مشکلات زمستان شما. خب تماس بعدی رو هم میگیریم. بله سلام، صبحتان بخیر. بله بله سلام علیکم. علیکم سلام، بخیر. صبح شما هم بخیر. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بخیر باشین، از قره‌باغ تماس میگیریم. برادر خانم این قره‌باغ بسیار دکان ها عجب میشه، مولاق میشه، رستوران ها همچنان سیاستار اجازه نمیتن. خب به اون صورت یک سیاستار میره که در اتومی یک سوال های چیز میخرن و چاشت میباشد دوشته میشن میدن خب نمیشه که سیاستار نامرد میباشد یا چیز کجا برای اتنان بخواد از تنها برای علاق کنه خواد طبعا شهر شد سمرش بیه چطو میگم به اجازه نیست هم غیر معروف هست امر یک شما توجه کنین در سایت ما از ایمان سیستانی خوشیم که دیگه به حساب زمین ردمی که میگن کس توان شنا داره او زمین از دیگه کس از او دیکان کار میکنه او میگه که او شرکی را باید پرداخت کنید او دورش نمیره تا او کانات شنا داره ما میره که خواهش داره من درست است اگم کاری کنن. تشکر برادر عزیز. حاکم صاحب دید از این عزیز به خاطر امی رستورانت ها که فامیل ها میاین البته با محرم خودان غذا نوشجان میکنن، اما گفتن که بعض رستوران ها مرلاک میشه دلیلش نه پتی علا بندی دست نشت دوی د قره‌باغ ولسوالی یاد کړل ورسته به زه ان شاء الله تماس ور سره نیسم بیا بده سره د چهارشنبه پر معلومات شریک کو. بسیار خوب برادر عزیز، امیدوار هستم موضوع را گرفته باشین که روز چهارشنبه آکف صاحب باز همراه شما شریک میسازه و تماس برقرار میکنه. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم و سلام، از کی هستین؟ از شما تماس گرفتین؟ سلام علیکم، بفرمایید. فاز گوریا سخیر. انا نه الله شکر وای ورو راکا. زه په زل احمد د کندهار ولایت څخه زما دا خواهش دی د مولوی صاحب څخه چې اول دا اقتصاد او د باندې کوم نرخونه چې مخبر دي کې دوه روان دي اول باید دغه کنټرول شي بعد بیا دې امر بالمعروف باید خپل شریعت په خپلو هیوادوالو باندې شرعی که اول ما دا خواهش دو مولی خواب تخدا دی چی دا نرخون کانسول خوید سامن درو را که خود شروالی آروان دین شالا ما گولو شروالی سر خبر بیا موکو و شروالی چکم نرخون ورکی دی حاچا کی چه دوگو نرخون تطبیقو کی طول دکانداران لامایدوی دی نرخون مطابق خبر سودا ورکلی نو بیا با ما گر سر وای خدا دوگوی مربوط دین شالا اوی ببورت متوجه. بله تماس بعدی را میگیریم. موقف صاحب بله سلام، صبح بخیر. بله سلام علیکم. بله علیکم سلام خواهر گل، بفرمایین مشکلتان از سوالتان با مشکل بسید. مشکل داره من رو بخواهد در موضوع اتواه از من شخصی مشکل دی کورانی که من سراغ نمبر بلند دماغ میشه مشکل در موضوع اتواه سعیده انشالله سامده موضوعشان گرفته. بله موضوعشان گرفت. تماس بدیر هم میگیریم. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام، صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر خواهر گل، بفرمایید مشکلتان یا سوالتان چی هست؟ مشکل ما امین برادر عزیز و کمی امومی آرایشگاه زنانه قید کنم امر به معروف نیاد ممکن. آه چی باید کرد؟ یکی هم خیلیتی هم مردانه که لباس زنانه می پوشه می دیزه امونه رو قید کنم. بخیرم خوار، گفت که باید آرایشگاه مسدود شو، قید شو و مردانه که کالای زنانه میدوزه و مسدود شو. خب چی کار باید کرد؟ ضرورت زندگی است. بله.
زنانه در اون میباشه، امرایش کدام مردم نیست یا اوجا کسی که میره اوجا کدام مرد نمیباشه. بله. یا که کالا میدوزه غیر از امون ناف گرفتن و چیز میزو که برای مرد جایز نیست. دیگه امون دختانش کدام مشکل نداره، نهاز از نگاه شریعت هم چیزی که از نگاه شریعت مشکل نداشته باشه، منکر نباشه، باید متوقف نشه. ای خواهر عزیز حتما عروسی نکردن دیگه، که عروس میشن طبعا به عرشگاه میرن دیگه، مجبور هستن اگه عرف هست. بله سلام، صبح بخیر هموطن عزیز. تشکر برادر، بفرمایید کی هستین، از کجا تماس گرفتین، سوالتان میشه مطرح کنید. بله خب، تماس زمانی که تماس میگیرین لطفا جای خوب را اختصاص بدین تا که ما بفهمیم. بله سلام، صبح بخیر. بله برادر سلام علیکم. سلام برادر عزیز، صبح شما هم بخیر، کی هستین، از کجا تماس گرفتین، میشه مشکل یا سوالی که دارین جناب واقف صاحب در استودیو صحبت کنین. خب بفرمایید چی مشکل داشتین برادر؟ گفتم همین تیل ارزان شد، مگم این کرایه موتر ارزان نشده، همین تیل ارزان شد، کرایه موتر از 15-20 روپیه پایین نامده. همراه سخنگوی شارولی انشالله که در میان میگذاریم. امروز فقط جناب واقف صاحب سخنگوی سهم شکایت وزارت امر بالمعروف با ما هستم. هموطنان عزیز لطفاً به موضوع توجه بکنین و مطابق موضوع تماس بگیرین. تماس بعدی را میگیریم. بله سلام، صبح بخیر. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ از قندهار. بفرمایید مشکلتون چی هست؟ خوب. بله وایرو را که خپل مشکل دی و خب واقف صاحب تماسشون قطع شد. هموطنان عزیز همیشه تماستان متوجه باشین، زمانی که تماس میگیرین جای خوب را انتخاب بکنین. 0711140090 شماره تماس برنامه صبح زندگی. بله سلام، صبح بخیر. بله امروز مشکلات تکنیکی است، فکر میکنم کابل نم نم فاران از ولایت‌های زیبای افغانستان هم بعضی ولایت‌ها برفی هست. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم. و سلام علیکم. بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم سلام برادر عزیز، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ رو را که خبر دیوک بازم تماسشان قطع شد و تماس بعدی را میگیریم. بله سلام، صبح بخیر. علیکم سلام، صبحتون خوب جان. تنجور بخیر باشین، سلامت. کی از کجا تماس گرفته؟ اسم خلاق سر کتل خیر خانم هستم. خوب بگو بیادر. بفرمایید. خب برادر، سوال من این بود که می برادر پاسپورت چرا مزدو شده و دومی که امین کاخت چرا فعلا نکاحت نمیده؟ بسیار، موضوع نکاحت خوب برمیگرده به وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر، اما موضوع پاسپورت چیز دیگه هست. خیر، پاسپورت هم مربوط ریاست عمومی پاسپورت میشه و نکاحت مربوط محکمه میشه، محاکم برش میده. اما ما چند روز پیش تماس گرفته بودم امرای امو یک رئیس در محکمه، گفت که نکاحات فعلا بسته نیست. خب بعد وقتانه بعض کمیشن کارا بود جعلی جور میکرد، پیسه از هموطنان خودم میگرفت، از امو خاطر امو کمیشن کارا بند شده، کمیشن کاریش از امو خاطر بعض کسا میگه. خب داری برای از طرف محکمه جریان داره، خو اما کمی مشکلات است، از همون خاطر بسیار وسیع نیست کارش. انشالله در تماس هستم امرایش جور میشه و زودترین فرصتی مشکل حل میشه انشالله. تماس بعدی را میگیریم. بله سلام، صبح بخیر. تماس تان وصل از برادر. علیکم سلام، بفرمایید. گپ میزنیم از ولایت تخار. کی گپ میزنه از ولایت تخار؟ خان آقا بفرمایید، سوالتان را مطرح بکنین. واقف صاحب در برنامه با ما هست. ما سوال دارم از مولوی صاحب تختی وکیل کورو که خمر تنگایی در زیر پیسا چوه ایزر سنت به دا خبرنگاران تولی نوای کرو چطوری ندی ورطا ویلی دا یلکی چی ری؟ نو په مخکې برنامه کې مو هم توصیه ورته کړې وه، نننۍ برنامه کې بیا انشاءالله توصیه ورته وکړو. واقف صاحب سوال خوبی داشتن.
قابل قدر است هموطن عزیز، دیدگاه شما ما هم میپذیریم. بله سلام، صبح بخیر، تماس بعدی را میخواییم بگیریم. میشنویم؟ بله تماستون وصل از برادر، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ ولایت بغلان. بفرمایید سوالتان را مطرح بکنیم. بله؟ خب تماسشون قطع شد. اما هموطنان عزیز خواهش ما این است زمانی که تماس میگیرین نظر با موضوع برنامه میخوایم دیدگاهتان را داشته باشیم. سلام صبح بخیر. بفرمایید برادر عزیز، صدای تلویزیون تان را پخش بکنین. میشه که سپاسگزار هستم. کی از کجا تماس گرفته؟ سلام علیکم. علیکم سلام. محمد نعیم هستم از شجرک تماس گرفتم برادر. نعیم جان صدای تلویزیون تان را پخش بکنین. صدای ما را از طریق گوشی تلفن تان یا موبایل تان بشنوید بهتر خواهد بود. ما هم بفهمیم. درست شد. میشنوید؟ درست شد. حالا میشنوید. بفرمایید. آه برادر قن، ما از خاطر می بعض تصفیه‌هایی که مربوط فامیل هستن زنانه اینا روی کدام موضوع بند شدن؟ ایشون در باری از این موضوع خیلی خوب موضوع را گرفتن. معلومات بدن؟ آقای صاحب در برنامه است. بله معلومات میتبرتن. نوید جان بار بار امی برنامه هم گفتم، پیش هم گفته بودم که خاطر عدم رعایت اصول و شرایط وزارت فعلا مسدود شده، تا امی که در آینده چی فیصله میشه و فعلا گفته نمیتونم، خب فعلا مسدود است. انشالله تا بهار پیشروی همه گپا حل میشه. انشالله. سپاسگزار هستم از حضورتان جناب محمد صادق حاکم، سخنگوی سمع شکایت وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر. انشالله که چهارشنبه باز هم ما میزبان باشیم. انشالله. سلامت باشین. سپاس امتنان از شما ایزا هم که بیننده برنامه صبح زندگی بخش صدای شما و همیشه روزهای شنبه و چهارشنبه جناب محمد صادق حاکم در برنامه با ما میباشن. در ادامه باز شما هستیم. منصور خان خاکسار یکی از دکتر صاحبای جوان ما از ولایت زیبای ننگرهار کابل آمدن در برنامه با ما میباشن، روی موضوعی مهم صحبت میکنیم. اما پیش از آن وقفه کوتاه دوباره برمیگرد.